و همراه هستیم با علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه. خوش آمدین آقای منافی. به لحاظ فنی توانایی واقعی حکومت ایران برای کنترل اینترنت تا چه حد هستش؟ درود بر شما. بله، خب از لحاظ فنی که اینترنت ایران کاملا در اختیار حکومت هست و از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت توزیع میشه. در مورد اینکه حالا حکومت ایران جمهوری اسلامی تلاشایی داشته برای اینکه توزیع اینترنت رو در دست بگیره و سیاست گذاری هاش رو به صورت مستقیم خودش انجام بده، خب از شروع طرح صیانت ما شاهد این موضوع بودیم. قرار بود که نظارت بر درگاه‌های اینترنتی، مبادی ورودی اینترنتی به نیروهای مسلح سپرده بشه، و از طرف دیگه همین چند مدت پیش ما دیدیم که قانونی گذاشتن که قانون‌هایی که شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌کنه اجازه اعتراض گذاشتن و بررسی مجدد رو ندارن. از این طریق حرف اول و آخر رو یعنی شورای عالی فضای مجازی می‌زنه. خب شورای عالی فضای مجازی چیه؟ یه نهاد انتصابیه که به دستور علی خامنه‌ای را افتاد و طبق چیزهایی که ما داریم میبینیم در آینده یواش یواش جایگزین وزارت ارتباطات خواهد بود، به کسی پاسخ نخواهد داد و به این شکل تصمیم میگیرن که اینترنت به چه شکل بین مردم تقسیم بشه، چقدر از ترافیک اینترنت ترافیک خارجی باشه، چقدر ترافیک داخلی باشه، پهنای باند چقدر اضافه بشه و چیزهای از این دست. به این شکل سپاه خیلی خیلی اختیاراتش بیشتر میشه که کنترل اینترنت رو در دست بگیره. آقای منافی، چشم‌انداز تکنولوژی برای دسترسی آزادانه‌تر مردم کشورهایی مانند ایران به اینترنت چقدر اصولا خوشبینانه و واقعی هستش؟ خب یک واقعیت وجود داره، یک اصل وجود داره که تکنولوژی همیشه از جهل جلوتره، ولی خب این رو جمهوری اسلامی با کمک گرفتن از شرکاش مثل چین و روسیه برای مردم ایران سخت کرده. همیشه یک قدم مردم جلوتر هستن، ولی قدمی که جمهوری اسلامی مونده تا به مردم برسه خیلی کوتاهه و خیلی سریع راه‌های دسترسی رو می‌بنده. و راه‌هایی که وجود داره الان مثل مثلا استار لینک یا همین وی پی ان هایی که وجود داره، بعضی هاش که قابل استفاده برای همه نیست و بعضی هاش کوتاه مدته. همین چند مدت پیش گزارش های خوب منتشر شد که الان درصد خیلی زیادی از جمعیت دارن از وی پی ان استفاده میکنن و این خب از سبد خریدشون میره. بسیاری از افراد الان ماهانه چند صد هزار تومان پول وی پی ان میدن که اصلا نیازی نبوده بدن، دسترسی اینترنت ندارن و مجبورن این خرج ها رو بکنن. و متاسفانه با توجه به سیاست های اخیر جمهوری اسلامی، با توجه به همکاریش با روسیه و چین، چشم‌انداز خیلی شفاف و واضحی رو نمیشه برای آینده اینترنت ایران دید. هر روز سختگیرانه تر میشه، هر روز سعی میکنن اینترنت رو محدود کنن و در آخرین اظهارات وزیر ارتباطات هم که گفته بود ما بیشتر از 10% به اینترنت خارجی نیاز نداریم، از یه سمت دیگه اینترنت طبقاتی رو دارن راه میندازن که هم افرادی که از اینترنت استفاده میکنن رو احراز هویت کنن، و اگر یه موقع اونجوری که اینا دوست نداشتن اینترنت که افراد استفاده میکنن رو بتونن شناسایی کنن. خب این خیلی داره دسترسی مردم به اینترنت رو سخت میکنه. و از طرف دیگه خب ابزارهایی که داره تولید میشه، ابزارهایی که داده میشه برای مردم استفاده کنن، طبق به همین گزارشی که خودتون الان گفتید از وزارت خارجه، ابزارهایی نیست که مستقیما با توجه به شرایط اینترنت ایران ساخته شده باشه. به همین دلیل این آمار خیلی شفاف نیست و نمیتونیم ما بررسی کنیم که آیا این میزان ابزاری که در اختیار مردم قرار گرفته حالا استفاده شده، آیا کارآمد هم بوده واقعا یا نه. آقای منافی خیلی ممنونم از همراهی و توضیحات شما.